سلام به امادیفای خوش اومدی. از اونجایی که 9 قسمت اول زودیاک تموم شده، یه شناختی نسبت به بازی تمام پلیرهای این فصل پیدا کردیم، تصمیم گرفتم یه کار متفاوت انجام بدم. از اونجایی که پلیرهای این فصل تنوع بیشتری داشتن، میشد مقایسه خوبی بینشون انجام داد. مشخص شد که بین بازیگرها، خواننده‌ها، فوتبالیست‌ها و از جواد خیابانی به عنوان ساید مستقل، فوتبالیستا یه سر و گردن از بقیه بالاتر بودن و بهتر بازی کردن. پس تصمیم گرفتم زودیاکو ببریم تو زمین فوتبال. رو به رو آماده باش. ادامه شورای استادیومی میگه شهروند حمله کنی مافیا پیدا میکنه. در این فصل بعضی از پلیرها تاریخ توری رو دوباره نوشتن. هر کدوم تکنیک خاصی در ناکود کردن شهر داشتن. از فن استعلام بگیر و رأی نده تا فنونی که حتی رزمیکارهای چینی و ژاپنی هم ازش بی‌اطلاعن. فنونی که دنیا رو به تحیر واداشته که اینا چطور میتونن بدون حرکت دم و دهن یه شهر رو سرویس کنن. در این تمرستان سعی کردیم یه تیم فوتبال خوب از پلیرهای با استعداد جمع کنیم. با من همراه باش. اول باید از هر گروه نفرات برتر رو جدا کنیم. در واقع نفراتی که استعداد بیشتری در ناکود کردن شهر دارن که حتی بروسلی هم به گرد پاشون نمیرسه رو باید انتخاب کنیم. بریم سراغ گروه A. از بازیکنان این گروه فاطمه مسعودی فرد استعداد خیلی خوبی در تبر زدن داره. اگه بهش بها داده بشه میتونه به تنهایی یه شهر رو به چخ بده. در واقع یه استعداد نهفته است که هنوز اون ماکسیموم تواناییش رو نتونسته نشون بده. پس بهتره یه فرصت بهش بدیم و یکی از انتخابهامون باشه. نفر بعدی شیدا خلیقه که اصولا هیچ استعدادی در تبر زدن ازش ندیدیم. پس میذاریمش کنار. فعلا باید بره خیلی رو خودش کار کنه. نفر بعدی حدیث میرامینیه که ایشون هم از اون استعدادهای نابی در این زمین است. بعضی از ابرقهرمانا هیچ وقت از اون ماکسیموم تواناییشون استفاده نمیکنن. چون اگه بخوان این کارو کنن کل سیاره، شاید هم کل کهکشان از بین میره. حدیث از اون ابرقهرمانای تبرزنیه که هنوز ماکسیموم تواناییشون نتونسته نشون بده. نفر بعدی مونا کرمیه که در این زمینه استعداد نامی نمیبینمش. پس اگه اجازه بدید ایشون رو فعلا وارد تیم نمیکنم. نهایتا میتونه به عنوان نیمکت نشین وارد تیم بشه، چون هنوز اون قدرت و پتانسیل کافی استفاده از فنون رزمی و غیر رزمی برای به چخ دادن شهر رو ازش ندیدم. نفر بعدی امید حاجیلیه. امید خان از اون چهره بدبدنای تیمه. امید حاجیلی از اون ساکنین قدیمی سیسیله که اولین مافیای سیسیل رو پایه‌گذاری کرد. حتی الان هم که دوره بازنشستگیشو میگذرونه، به تکنیک سوراخ کردن پلیرها در اندازه‌های مختلف کاملا مسلطه. پس قطعاً یکی از انتخاب‌هامون برای تیمه. زمانی که من آلکاپون بودم و مافیا بودم، اصلا آلکاپون بودم مد نبود. نفر بعدی آصف آریاست. آصف از اونایی که ادای تبرزنا رو در میاره. خیلی سعی میکنه از اون خصلت‌های درونیش به عنوان یه تبرزن اصیل فاصله بگیره. آصف از اون قهرمانایی که هنوز استعداد خودشونو کشف نکردن. بنابراین ما فقط به عنوان کمک مربی میتونیم فعلا ازش استفاده کنیم. شهرام قائدی که هنوز نتونسته خودشو به عنوان یه تبرزن حرفه‌ای معرفی کنه، پس فعلا باید رو خودش کار کنه. فعلا جایی در تیم نداره. اما از جواد خیابانی هم که ما در حدی نیستیم که بخوایم نظر بدیم راجبش. استاد خودش تعیین کننده است. از باقی نفرات این گروه علیرضا بیراون، سروش رفیعی و اشکان دلاوری هم استعداد خاصی در تبر زدن از خودشون نشون ندادن، پس فعلا باهاشون کاری نداریم. اما ابوطالب حسینی یکی از گزینه‌های قطعی موازنه تیمه، یکی از اسطوره‌های این گروه که یه زمانی کاپیتان تیم ملی تبرزنی ایران بود. از اون پلیرهاییه که یه تبر بدی دستش میتونه یه جنگل و وسط کچل کنه. از تا اینجا 4 بازیکن راه یافته به تیم از گروه A رو انتخاب کردیم. فاطمه مسعودی فر، حدیث میرعبینی، امید حاجیدی و ابوطالب حسینی. اما از گروه B پلیرهایی رو انتخاب کردم که به فنون رزمی مورد نیاز برای سرویس کردن دهن شهر کاملا مسلطن. متین ستوده، محیا دهقانی، سعید فتحی روشن و جواد خواجوی. میگن بعضی شناگرها برای اینکه اون ماکسیموم توانایی خودشون رو نشون بدن نیاز به عمق آب بیشتری دارن. متین ستوده و محیا دهقانی از اون پلیرهایین که هنوز آب کافی ندیدن وگرنه شناگر ماهرین. سعید فتحی روشن هم که حکم پلیر داره برای این تیم فوتبال، ستون تیم و یکی از گزینه‌های کاپیتانی تیم تبرزنی ایشونه. اما برسیم به گروه C، گروهی که بعضیشون تونستن مرزهای تبرزنی در بازی مافیا رو جابجا کنن. بازیکنایی که سبک رزمی خودشون رو برای سرویس کردن دهن شهر دارن. کسایی که حتی بروسلی و جکی چان هم ازشون میترسن، چون از چند صد کیلومتری میتونن رو تک تک نورون‌های عصبی بیننده‌ها تاثیر بذارن. کسایی که در دنیای موازی یا جنگل بام بودن یا قاچاقچی چوب، چون تبحر خاصی در استفاده از تبر و اره برقی دارن. پس در این گروه انتخاب راحتی داریم.
مهسا طهماسبی، مسعود صادقلو، امیر عظیمی و ایمان قیاسی. عجب تبرستانی بوده این گروه. پس تا اینجا نفرات تیمو انتخاب کردیم. حالا باید بریم سراغ ارنج کردن اونها. قبل از اینکه بریم سراغ ارنج، یه لحظه تصور کن اگه این تیم با هم زودیاک بازی می‌کردن چه اتفاقی می‌افتاد؟ مثلا امیر عظیمی میشد اوشن، صادقلو میشد کاراگاه، ایمان قیاسی میشد حرفه‌ای، ابوطالب حسینی میشد دکتر، سعید فتحی روشن هم شهروند ساده. انصافا چه بازی میشد؟ حتی تصورش هم تلفات میده. واسه همینم اومدیم سراغ فوتبال. پس تا اینجا اعضای تیم فوتبال تبرزنی سیسیل مشخص شد. تنها کاری که باید انجام بدیم یه ارنج درست برای گرفتن بهترین نتیجه است. ارنجی که من چیدم به این صورته. ترکیب و 4-4-2 انتخاب کردم به عنوان یه ترکیب استاندارد. دروازه‌بان این تیم امیر عظیمیه. امیر عظیمی دو قسمت تفنگ دادن بهش که دیدیم چقدر استرس و نگرانی آبوتاب داشت برای استفاده از تفنگ. اونم در شرایطی که ممکن بود به خاطر استفاده نکردن از تفنگ خودش کشته بشه. کلن هیچ کدوم از قسمت‌ها از تفنگش استفاده نکرد. اصلا انگار نه انگار. چه کاری اصلا تفنگ چرا تفنگ؟ کلا از یه جایی بعد اصلا یادش میرفت که اصلا تفنگی هم داره و ریلکس نشسته بود. حالا امیر عظیمی به عنوان دروازه‌بان میتونه خیلی ریلکس و راحت تو دروازه وایسه. البته دقیق در بگم تو دروازه میشینه، چون اصلا چه کاری امیر عظیمی، شما یه درصد فکر کن وایسه. هر توپی هم که بیاد سمت دروازه نهایت واکنشش اینه، به مهاجم میگه چه خبر. در خط دفاعی بازیکنایی رو باید بذاریم که قدرت تخریب بالایی داشته باشن. همون شعار معروف که توپ ممکنه رد بشه ولی بازیکن رد نمیشه. در خط دفاعی امید حاجیلی، سعید فدی روشن، ابوطالب حسینی و فاطمه مسعودی فر رو گذاشتم. هرچقدر امیر عظیمی در دروازه بودن نبودنش شاید فرقی نکنه، اما زوج طلایی امید حاجیلی و ابوطالب حسینی اجازه نمیدن اصلا توپ نزدیک دروازه بشه. اگرم توپ رد بشه بازیکن رد نمیشه. اما در خط میانی متین ستوده، حدیث میرامینی، مهسا طهماسبی و مهیا دهقانی رو داریم. اونایی که گتوزو رو یادشونه میدونن مهسا طهماسبی حکم گتوزو رو برای این تیم داره. بذار یه تیکه های از بازی گتوزو رو ببینیم تا متوجه منظورم بشی. مهسا طهماسبی هم دقیقا مثل گتوزو رفتار میکنه. بازیکنهای حریف به خاطر خودشون هم که شده نزدیکش نمیشن. اما در خط حمله یه اسطوره رو داریم که ادبیات جدید به بازی مافیا اضافه کرد. تولو به تنهایی تونست مرزهای تبرزنی رو بشکنه. حالا گذاشتیمش خط حمله تا از دیوار دفاعی حریف به راحتی عبور کنه. به عنوان یه اسطوره لایق‌ترین فرد برای کاپیتانی تیم تبرزنی سیسیل محسوب میشه. پس بازوبند کاپیتانی رو هم به مسعود صادقلو میدیم. اما قطعا هر تیمی نیاز به یه مربی داره. واقعا چه کسی میتونه توانای مربیگری تبرترین بازیکنای مافیا رو داشته باشه؟ کسی که خودش از همه تبرتر باشه. میتونی حدس بزنی که کسی نیست جز ایمان قیاسی. در قسمت 9 شاکی بود که چرا پشت دست اون بازی نمی‌کنن. حق هم داشت، چون اونجا مشکلی بود ناخالصی وجود داشت. یه سری بازیکن‌ها بودن که تبر نبودن. از اونجایی که در زمینه تبرزنی مقام استادی رو داره، همه باید پشت دست ایمان قیاسی بازی کنن. پس ایمان قیاسی رو به عنوان مربی تیم انتخاب می‌کنیم. حالا ممکنه بگین این تیم با هر کی بازی کنه راحت میبازه، ولی دقیقاً همین اشتباهتونه. این بازیکن‌ها رو در زمینه نادرستی داشتیم مقایسه می‌کردیم. هر کدوم از این بازیکن‌ها یه فنون خاصی رو بلدن که به تنهایی میتونن دهن یه شهر رو سرویس کنن. از اونجایی که این قدرت تخریب رو در جای اشتباهی داشتیم به کار می‌گرفتیم، این استعدادشون داشت حیف می‌شد. حالا آوردیمشون در زمین فوتبال. بذار یه تیکه از بازیشون رو در فوتبال ببینیم. حالا متوجه شدین چه توانایی دارن؟ هر کدوم قدرت تخریب 100 دارن.
حالا این تیم قراره مقابل کیا بازی کنه؟ تیم مقابلش بهترین پلیرهای فصل دوم زودیاکه. از هر گروه 4 پلیر برتر به عنوان بازیکنای تیم ستارگان سیسیل انتخاب شدند. از گروه A شیدا خلیق، علیرضا بیرانوند، سروش رفیعی و اشکان دلاوری رو داریم. اینا کسایی بودن که به نظرم بهترین بازی رو در این گروه داشتن. از گروه B مریم مؤمن، بهار قاسمی، مشتبه شفیعی و امیرحسین هاشمی رو داریم. اینا کسایی هن که استعداد پلیر خوب بودن رو دارن. حالا ممکنه اون انتظاری که ازشون داشتیم و برآورده نکرده باشن، اما در گروه خودشون میتونیم رو بازیشون حساب کنیم. از گروه سی هم فاطیما بهارمس، باربود بابایی، بهنام تشکر و سعید مهری رو انتخاب کردم. این 12 نفر تیم ستارگان سیسیل رو تشکیل میدن. حالا بریم سراغ ارنج تیم. ترکیب استاندارد 4-4-2 رو انتخاب کردم تا دقیقا مثل تیم حریف باشن. دروازه‌بان تیم علیرضا بیراونده که قاعدتاً بهترین گزینه برای این کار بود. خط دفاعی تیم و امیرحسین هاشمی، بهنام تشکر، بهار قاسمی و اشکان دلاوری تشکیل میدن. با توجه به اینکه سبک بازیشون خیلی شبیه همه، میتونن هماهنگی خوبی داشته باشن. هر چهارتاشون پلیرهای فکت محوری هن. در خط میانی فاطیما بهارمس، شیدا خلق، مشتبه شفیعی و سروش رفیعی رو داریم. در خط حمله هم مریم مؤمن و سعید مهری رو گذاشتم تا با روحیه اجماعگیری و هجومی بودنشون نسبت به مافیا بتونن اینجا هم از صد دفاعی حریف رد بشن. برای انتخاب کاپیتان تیم 4 گزینه رو بیشتر مد نظر داشتم: بهنام تشکر، اشکان دلاوری، سروش رفیعی و سعید مهری. با توجه به اینکه هر پلیر در سایدهای مختلف چطور بازی کرده، با عرض معذرت از پرسپولیسیای عزیز، به دلیل اینکه سعید مهری سه تا بازی رو تو 3 ساید مختلف انجام داد و هر سه تا هم خوب بود، سعید مهری رو به عنوان کاپیتان تیم انتخاب کردم. الان طرفدارای سروش رفیعی نیان بد و بیرا بگن، واقعا انصاف بدین، سعید مهری هم شهروندی خوب بازی کرد، هم مافیایشو خوب بازی کرد، هم تو زودیاک خوب بود. پس این شد تیم ستارگان سیسیل. حالا مربیشون کیه؟ در انتخاب مربی کار سختی داشتم، چون مربی این تیم باید خیلی چیزها رو بدونه، به تمام تکنیکای حریف اشراف داشته باشه. بعد از کلی فکر کردن متوجه شدم تنها کسی که میتونه همچین تیمی رو مربیگری کنه فقط اوس جواد خیابانیه. اوس جواد به تمام تکنیکای مثلثاتی، غیر مثلثاتی، فوتبالی، مافیایی، تکنیکای تخریب از راه دور، حتی توصیه‌های پزشکی هم مسلطه. پس بهترین انتخاب اوس جواد خیابانی بود. حالا ممکنه بگی پس باربود چی شد؟ برای ترکیب اصلی بین باربود و بهارمس باید یکی رو انتخاب می‌کردم. از اونجایی که نیمه دوم مهمتر از نیمه اوله، بهارمس رو نیمه اول می‌ذاریم تو بازی، نیمه دوم هم باربود میاد به جاش. این منصفانه‌ترین حالت بود. اگه نظر دیگه‌ای دارین تو کامنت‌ها بگین که ارنج تیمو تغییر بدیم. یا حتی که به نظرتون پلیرهای دیگه ای استعداد بیشتری داشتن تا تو ترکیب اصلی این تیم باشن، اونم لطفاً بگین که کدوم پلیر جاش خالیه تو این تیم. ولی حالا انصافاً عجب تیمی شده. این تیم امیدوار بودیم در خود مافیا هم یه دست با هم بازی می‌کردن تا یه بازی جذابو ببینیم. اما به هر دلیل این امکان در زودیاک فراهم نشد. اما اینجا در کنار هم قرار گرفتن و ممکنه بگیم خب این تیم در مقابل هر تیمی قرار بگیره رندشون می‌کنه. ولی یادمون نره تیم مقابلشون رنده کن در این پلیرهای مافیای ایرانو داره. پس قرار نیست راحت ببرن، اونم مقابل چه تیمی؟ یه تیم چغر بد بدن که تیکه‌هایی از بازیشون رو دیدیم. به نظر تیم ستارگان سیسیل میبره یا تیم تبرزنی سیسیل ملقب به تیم شاولین؟ به نظر من اگه ستارگان سیسیل مصدوم نشن بازی جذابی میشه. تو این ویدیو سعی کردم هم بهترین پلیرهای هر گروه رو معرفی کنیم، هم بهتریناشو، همی که از یه جنبه دیگه ای بهش نگاه کرده باشیم. امیدوارم که برات جالب بوده باشه. مرسی که همراه بودی. تا ویدیو بعدی.